هیچی مثل محبت جواب نمیده، بقیهش کشک آقا. هیچی. با عشق میشه به ثروت رسید، به قدرت رسید. قدرتی که حافظ الان تو جهان داره کمه؟ قدرتی که مولانا داره کمه؟ بابا لیلی و مجنون داستان دوتا عاشق دنیا رو پر کرده، همه جا هست، هر جا یه اسم روش گذاشتن. قدرت عشق رو دست کم نگیرید. جهان یه روزی میاد پای عشق میشینه. حالا ناگهان این همه اسلحه جمع کردن تو جهان که بهشون امنیت بده، یه ویروس اومده، هیچ موشکی حریفش نیست. موشک بزنید کرونا از بین بره. ببینم هواپیماتون رو بلند کنید، کرونا رو از بین ببرید. خود خلبانه تو کابین کرونا میگیره، کشتی وسط دریا کرونا میگیره. اومده به ما بگه شما قدرتی ندارید، دوامم ندارید. 20,000 نفر تو کشور خود ما مردن، فقط خیلی پولدارا بودن مردن، کارخونه دار، پولدار، وضع خوب، آدم بدی هم نبود، مرد. آدمیزاد میمیره، هیچ کس تو دنیا ابدی نیست، میمیری. پولدار، فقیر، ما هممون میمیریم. اونی که دکمه رو فشار داد، بمب رو انداخت رو هیروشیما ناکازاکی، 100,000 نفر رو کشت تو یک لحظه. مرد آقا، مرد آقا، مرد، مرد. هر کار دوست داری بکنی بکن، میمیری ولی ما هممون میمیریم. ببین آقا، آدم از خیلی راه ها میتونه پولدار بشه، اصلا میتونه پولدار به دنیا بیاد، بابات میلیاردر باشه، شانست بزنه اونجا به دنیا بیای. نه، طرف میتونه بره دزدی کنه پولدار بشه، از راه دزدی میشه پولدار شد، کلا بذاری سر مردم. از راه های مختلف میشه به قدرت رسید. میتونی منطق ماکیاولیستی داشته باشی، بگی آقا هدف وسیله رو توجیه میکنه، بعد بری با دوز و کلک بخوای برسی به جایی، با راندخاری میشه پولدار شد. شانست بزنه یه وزیری، وکیلی، نماینده مجلسی، کسی از تو خوشش بیاد، 2,000 تا وام به انهای مختلف به شما میدن. شما میتونی به قدرت برسی، باباتو بکشی، ننتو بکشی، بچتو بکشی، هموطنتو له کنی، پارتی بازی کنی، بری خط قرمز نداشت باشی، خودتو در اختیار دیگران قرار بدی، بشی چماق دست اونا، یه چیزی هم حالا بدن، یه پست و مقامی هم بدن به تو، تمام خط قرمزا رو میذاری زیر پاش که بشه رئیس فلانه، داره لونگ میندازه جلو یارو، تملق میکنه، یک کارایی که از نظر خلق انسانی کارای پستیه. هر کار دوست داری بکنی بکن، میمیری ولی دم همون داشای قدیم گرم با شاف آلوده نمیخوردن، سرخم کنن جلو کسی، فقر و مرام سرخم میکردن و بس. دم همون داشای قدیم گرم. هیچی مثل محبت جواب نمیده، بقیهش کشک آقا. هیچی. من میگم پولو میخوای واسه چی؟ موقعیتو میخوای واسه چی؟ قدرتو میخوای واسه چی؟ میخوای چیکار کنی؟ میخوای تو دنیا زندگی کنی بهت خوش بگذره؟ خاخه اونا که دزدیدن، من بعضیاشونو میشناسم، اصلا حالشون خوب نیست، اصلا هم عشق نکردن. دزد همش از دزد میترسه، بهش خوش نمیگذره. تاریخو برید بخونید ببینید چند تا دزد عاقبت بخیر شده، چند تا متکبر عاقبت بخیر شده، چند تا متجاوز عاقبت بخیر شده، چند تا دیکتاتور عاقبت بخیر شده. همون دوروریاش میکشنش اگه خودش از جنون خودکشی نکنه. هیتلر کو همه دنیا رو گرفت، چجوری شد؟ عاقبتش چی شد؟ ناپلئون کجاست؟ فرعون کجاست؟ و فرعون ها کجا؟ تموم شد رفت. هر کار دوست داری بکنی بکن، میمیری ولی. من تعجبم انقدر دوزی کشور زیاد شده، بعضی فهم میکنن چون ما دوزی نکردیم عقب موندیم. حواسمون نیست که بابا اصلا فایده نداره، چون پولدار نمیشی، پولدار یا پولدار نیستی، به خودت حال نمیده، مال تو نیست. هر بچه‌ای که تو بیمارستان از بیدارویی میمیره، تو توش مقصری، تو خون شریکی. و هر دختری که پاش به فساد باز میشه، تو فسادش شریکی، چون تو دزدیدی ازش، تو حیاشو دزدیدی، تو شرفشو بردی. تو هر چی ناله است شریکی از فقر، اونی که کلش تا کمر خمه توی سطل آشغال، تو مقصری. تو که 1,000 میلیارد 2,000 میلیارد ازش بردی، توی که نام امضا کردی وامشو، 100 میلیارد گرفتی وام 1,000 میلیاردی دادی، توی که 100 میلیون گرفتی 100 میلیارد نادیده گرفتی، تویی که 1,000,000 گرفتی 100,000,000 طرف رو بیخیال شدی، همه مقصری. تو همه خونهایی که تو مملکت هست، تو ناله همه مادرها، تو گریه همه دخترها، تو آوارگی همه بچه ها، همه بچه های کار، تو دزدیدی ازش. تو غم و غصه همه کارتون خوابا، همه اونایی که تو بیمارستان بیدارویی میمیرن، همه اونایی که از فقر زجه میزنن، تو شرمندگی تمام مردایی که از بچه هاشون شرمنده. هر چی ناله است شریکی از فقر، تو فساد شریکی، چون تو دزدیدی ازش، تو شرفشو بردی، مال تو نیست. این چه پولیه؟ خوشت میاد؟ خوشمزه بود؟ خوب شد؟ چه مزه‌ای داره پول دزدی؟ تو شرمندگی تمام مردایی که از بچه‌هاشون شرمندن. تو هر چی ناله است شریکی از فقر. حالا عنوان به تو بگن سلشگر، خب بهت بگن، وقتی خودت میدونی گروبانم نیستی، همه دنیا بهت بگن سلشگر، دمشون گرم، اونا که درجه فرار میکردن. یارو مالی یه درجه گرفتن حاضر رفیقشم بفروشه، مالی یه مرخصی گرفتن حاضر رفیقشم بفروشه، مالی دوتا نخ سیگار رفیقشم به ناحق بفروشه، ولی میتونی یه درجه بگیری تمام عالم بخوان ازت بگیرن نتونن.
تا قیام قیامت همه انسان رو تلاش بکنن ازت بگیرن، نمیتونن بگیرن. پس با رحمم میشه رسید؟ چرا نمیشه رسید؟ ما حال نداریم با مرکب رحم بریم، حال نداریم، ما حال نداریم با مرکب محبت بریم. آقا غیر عاشقی هر کاری کنیم باختیم بچه ها، هر کاری کنیم باختیم. هیچی مثل محبت جواب نمیده، بقیهش کشک. آقا به هر منصبی برسیم باختیم، به هر ثروتی برسیم باختیم، به هر قدرتی برسیم باختیم، هر کاری کنیم باختیم. شما به کسایی احترام میذارید که عاشق بودن، که به هر منصبی رسیدند، از عشق رسیدن، از محبت رسیدن. شما به آدمایی که با رانت و پول و پارتی و دزدی به جای رسیدن احترام نمیذارید. پس دنبال رانت و پول و پارتی و اینا نباشید. دست برداریم از این فرهنگ غلط. همه میخوام یه شبه میلیاردر بشیم. بشیم بابا، خبری نه. حالا میلیارد 100,000 میلیارد پول تو حسابته، میخوای چیکار کنی؟ آجا ها اینقدر کار هست، پس اینا اونو که دارن هیچ کاری نمیکنن. دلت خوش نباشه چی؟ خدا رحمت کنه سهراب سپهریو گفت دل خوش سیری چند، دل خوش دارم میبینم با چشام، دزده نه عاقبت به خیر میشه نه حال میکنه. دروغگو هم همینطور، اون که پارتی بازی کردم همینطور، حالش بده، خوش نمیگذره بهش، ربطی به دین هیچ کم نره، هر کی خیانت بکنه در ترس قاعده بین المللیه، حالش بده. منصب از ادب، اگه گرفتی گرفتی. منصب از عشق، اگه گرفتی گرفتی. پول از محبت، از مهر، گرفتی گرفتی. نگرفتی از مسیرهای دیگه تو این دنیا به هر چی برسی مال تو نیست، بهت مزه نمیده، تو استرسی. حالا بشین پشت پرشه، وقتی با یه مش قرص میشینی چه فایده؟ وقتی حالت بده، خب بعد حالا بدترین که همه رو باید بذاری بری، اون خیلی سخت میشه. تو حسرت دزدا رو نخور بابا، آدم حسابیا رو ببین. نظر سنجی نکنن بگن الگوتون کیه، اسم دوتا آدم حسابی خارجی بگن، اسم یه دزد داخلی بگن. دوست نداشتی جا حافظ بودی، همدم مردم بودی، تو شادی و غم به تو تفاعل میزدن؟ حاج آقا این حرفا نون آب نمیشه، به خدا میشه. حالا اون حرفا که شما زدید نون آب شد؟ اون همه دنبال دنیا دویدیم فایده کرد؟ تقلب کلاهبرداری جواب داد؟ زیر رو کشیدن فایده داشت؟ حسادت به دیگران کاری کرد که این حرفای من آب و نون نمیشه؟ چرا آب و نون نمیشه؟ خوبم آب و نون میشه. آقای منصبا به خدا خوبه. دنیا رو وقتی نخوای داریش، انقدر داشته های دنیا حقیره وقتی نخوای داریش، ولی عشق اینجوری نیست، مهر اینجوری نیست، محبت اینجوری نیست. ثروت واقعیه، میتونی با خودت ببری هر کجای عالم بری، ثروتتو با خودت ببر. آقا یه ثروتی به دست بیارید بتونید ببرید. ثروتایی که بعد مردیم بذاریم فقط حسرت واسمون باقی میذاره، هیچ فایده. بعدمون دعوا میشه، سر خوردنش دعوا میکنن لاشخورا، دعوا میشه. بلکن بابا، خیلی خبر هست تو دنیا، خیلی شنیدنی ها هست نشدیدیم، خیلی دیدنی ها هست ندیدیم، خیلی لذت ها هست نبردیم، خیلی فهمیدنی ها هست نفهمیدیم. تجربه زیستیتون رو زیر پاتون نذارید آقا. عاقبت دزدا و کلاشا و دروغگوها رو دیدید، عاقبت عاشقا رو هم دیدید. یه سر عاشقی کنیم، مثلا یه جای دیگه میشه زندگی کرد. بلکن بابا. آقا یه ثروتی به دست بیارید بتونید ببرید. هیچی مثل محبت جواب نمیده، بقیهش کشک آقا.